رحیم. سلام بر حضرت امام حسین و درود بر شما بینندگان عزیز اخبار شیعیان جهان را به سمع نظرتان خواهیم رساند ابتدا اهم منابین خبر بیانات آیت الله سید صادق حسینی شیرازی در اجتماع عزاداران حسینی حمله پلیس هند به عزاداران حسینی در کشمیر و نمایش ماکت زریح قدیمی امام حسین علیه السلام در لندن به این بخش خبری خوش آمدید اجتماع ازاداران حسینی با حضور مرجعیت شیعه در بیت معظم الله برگزار شد به گزارش شیعه ویوز معظم الله طی سخنانی با اشاره به زیارتنامه ها و وقایع تاریخی فرمودند بنی امیه و بنی العباس در صدد انجام دو کار برآمده بودند یکی نابود کردن اسلام و از بین بردن قرآن بود و دیگری نابودی اهل بیت علیهم السلام پس بر همگان واجب است که با هر توان و وسیله‌ای اسلام ناب محمدی را به دنیا برسانند مرجعیت شیعه سپس با اشاره به حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی به عنوان یک حکومت اسلامی فرمودند رسول خدا تا در قید حیات بودند به این سه مورد عمل کردند عدم مالیات بر ارث پرداخت بدهی میت حتی اگر ورسه او غنی باشند و اینکه از بازماندگان میت بی بزاعت سرپرستی کردند در کدام کشور اسلامی این قوانین اجرا می شود؟ در حالی که حاکمان اسلامی باید از پیامبر طبق فرموده قرآن الگو بگیرند. با اجرای این قوانین، یهودیانی که سرسخترین دشمنان پیامبر بودند، به اسلام روی آوردند. معظم الله تاکید کردند، امروزه باید حاکمان اسلامی به تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و آله علی این سه قانون را به اجرا درآورند تا از این اوضاع بد اقتصادی نجات پیدا کنند در روایت دیگری امام صادق علیه السلام اجرای این قوانین را مختص به پیامبر ندانسته و فرمودند اگر کسی مدیون بود و توان پرداخت دین خود را نداشت و حاکم حکومت اسلامی هم آن را پرداخت نکرد گناهکار است پس باید دانست که اقتصاد بد کشورهای اسلامی از فرامین اسلام نیست و این مطلب را باید جوانان بدانند و به جهانیان برسانند ایشان ادامه دادند این یک هدف بنی امیه و بنی عباس بود که از ابو سفیان آغاز شد و تا کنون ادامه دارد اما آنان در دومین هدف خود که پایمال کردن خون اهل بیت علیهم السلام بود ذره موفقیت کسب نکردند شاعر مقدس امام حسین علیه السلام اسلام را بقا بخشید اگر جریان آشورا نبود بنی امیه اسلام را از بین برده بودند و نامی از آن باقی نمی گذاشتند آیتولال ازماشی رزی سپس فرمودند بنده در طول عمر خود شاهد حکومت های متعددی بودم که با شاعر مقدس حسینی مبارزه کردند اما نتیجه جز گسترش شعر حسینی به دست نیاوردند مانند شعر مقدسه صبح آشورا که با آن سالیان سال مبارزه شده اما اکنون جمعیت سیلاسایی در آن شرکت می کنند و یا اعضای توویریج که بارها ممنوع شد اما مؤمنان عراقی از آن دست نکشیدند و این همان وعده پیامبر صلی الله علیه و آله است معظم الله در ادامه فرمودند میرزای شیرازی با ورود به سامرا حسینیه ساخت که صبح آشورا دسته های ازاداری از آن خارج می شود. اما اعضای مخصوص صبح آشورا از منزل خود میرزای شیرازی با حضور علما و طلاب خارج می و تا کنون این سنت در سامرا اجرا می شود. پس می بینید بنی امیه در راه تضعیف شاعر حسینی ذره موفق نشدند. مرجالی قدر در ادامه تاکید کردند تبلیغ از شعر حسینی باید به صورت جهانی و با تمام توان صورت بگیرد. شراکه امروزه تبلیغ از آن واجب کفایی است که به واجب عینی مبدل شده است. باید دید نسبت کنیسه ها به حسینی ها چه تعداد است و باید برای شاعر فعالیت کرد معزم الله ادامه دادند در این راه از کتاب، سخرانی، فضای مجازی و حتی موبایل و شبکه های ماهواری استفاده کنید و بدانید شاعر مقدس امام حسین علیه السلام تماما مقدس است ایشان سپس با اشاره به اربعین حسینی فرمودند تأکید می کنم مؤمنان از همین اکنون نسبت به برگزاری شعیره مقدسه اربعین حسینی فعالیت کنند و دولت عراق و دولت های همجوار نیز باید در این راه تسهیل کنند و بدانند هرچقدر کار شکنی کنند به یاری یزید پرداختند معظم الله حفظودند باید مؤمنان به دولت های خود فشار بیاورند تا برای زیارت اربعین حسینی که از ادیان و مذاهب مختلف نیز در آن شرکت می کنند تسهیلات خاصی در نظر گرفته شود ایشان در پایان تاکید کردند برای باشکوهتر برگزار شدن اربعین حسینی سال جاری باید بیش از سالهای گذشته فعالیت شود و امیدوارم این توفیق از سوی خدای متعال به همگان اعطا شود در پی حمله پلیس هند به ازاداران آشورای حسینی در کشمیر شماری از سوگواران ابو عبدلال حسین علیه السلام مجروح شدند در این حمله که در شهر بمینا واقع در جامو و کشمیر هند رخ داد پلیس با استفاده از گاز اشکاور و گلوله های تعدادی از ازاداران را مجروح کردند به گفته شاهدان عینی خشونت پلیس علیه این ازاداران دست کم چهل مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد دست کم سی نفر از این مجروحین به بیمارستان منتقل شدند. روز جمعه نیز اعتراض شیعیان کشمیر به ویژه بخش سرینگناگار علیه اعمال محدودیت برای برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم با سرکوب ماموران امنیتی همراه شد. پلیس سرینگار اعلام کرد دست کم دویست نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است و در صورتی که این افراد تعهد دهند در مراسم عزاداری ماه محرم شرکت نمی کنند آزاد خواهند کرد ماکت زریح قدیمی امام حسین علیه السلام به مناسبت آشورای حسینی در خیابانهای لندن به نمایش گذاشته شد علازی دین مدیر موزه آستان مقدس حسینی در این باره گفت با وجود اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشتر فعالیت های دینی در کشور انگلیس تعطیل است مقامات این کشور با درخواست نمایش ماکت زریح قدیمی حرم متحر حسینی در خیابان های لندن موافقت کردند به افزود کاروان نمایش این ماکت از خیابان آکسفورد در مرکز لندن به راه افتاد و در نزدیکی منزل نخست وزیر انگلیس به پایان رسید. یادآوری می شود این ماکت بر اساس نسخه اصلی این زری که در سال 1933 به حرم متحر امام حسین علیه السلام اهدا شد طراحی شده است. قسمتی از مسجد هیدرآباد در هندوستان به مرکز درمانی برای زنان و کودکان در بحران کرونا تبدیل شده است. مسجد جامع المصطفى در حیدرآباد بخشی از محوته را به مرکز بهداشت اجتماعی برای کمک به زنان و کودکان محلی به منظور درمان کرونا تبدیل ساخته است محمد فرید الله مدیر یک بنیاد خیریه غیر حکومتی که یک مرکز مراقبت بهداشتی اجتماعی اداره می کند به خبرنگاران گفت با وجود بحران کرونا و محدودیت ها مسجد برای کمک به آنها چراغ سبز نشان داده است وی ادامه داد در محدودیت های کرونا ما در اینجا ملزومات اساسی را فراهم کرده بودیم و بسیاری از مردم درخواست کمک پزشکی داشتند سپس دریافتیم که زنان و کودکان زیادی در این منطقه دچار مشکلات جسمی شدند و بیمارستان دولتی تقریبا 8 کیلومتر تا اینجا فاصله دارد و هزینه های حمل و نقل و دارو برای مردم سرسام آور است وی افزود وقتی سازمانش به دنبال مکانی برای راه درمانگاه بود آنها با مدیریت مسجد صحبت کردند و موافقت شد فضای لازم را برای آنها فراهم کنند وی ضمن بیان اینکه استفاده از این درمانگاه صرف نظر از دین و مذهب برای همه آرایگان و قابل استفاده است گفت ما در حال ارائه مشاوره رایگان به همه هستیم و هر روز افراد بیشتری به درمانگاه مراجعه می کنند. عبدالله امام جماعت مسجد المصطفى نیز به خبرنگاران گفت که تصمیم برای تبدیل بخش از مسجد به درمانگاه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی در بحران شیوع کرونا بوده است. به گفته وی این درمانگاه مختص زنان و کودکان است و یک درمانگاه دندانپزشکی برای آقایان نیز وجود دارد. 29376 مورد تولد طی سال 98 در ایران ثبت شده است. در سال 98 نیز همچون سال 97 امیرعلی و فاطمه از پرطرفدارترین اسامی برای دختران و پسران بوده است. نام امیر حسین، حسین، ابوالفضل و امیر عباس در میان پسران و زینب، فاطمه و زهرا در میان دختران از نامهای آشورای محبوب در سال 98 بوده است گفتنی نامهای امیر علی، محمد، علی، امیر حسین، حسین، عبالفزل، امیر عباس، محمد تاها و نامهای فاطمه، زهرا، هلما، زینب، آوا، یسنا، نازنین، زهرا، فاطمه زهرا و باران از ده نام برگزیده در سال 98 بوده است ممنون از اینکه با ما همراه بودید اللهم اجل ولی الفرج یا علی خدا نگهدار